علاقه بسیار داشتم و به دست بسیار بچه ها کنیم دیگه شوق زد من یه خالکو میکنم. من علاقه زیادی به تتو دارم و به خاطر همین آمدم پیش سریا جان برای تتو. تتوی من به خط هندی است و به معنی شجاعت. تتو را در ترکیه آموزش دادم و یک دوره حرفه‌ای دیگه در ایران آموزش دادم و میتونستم این کار را خارج از کشور انجام بدم، ولی خواستم این کار را در افغانستان انجام بدم چون که تتو آرتیست خانم در افغانستان نیستش. جوان ها علاقه دارن ولی باید که مشکلات خانوادهشان نمیمونن، اجازه خانوادگی ندارن، باید نمیتونن خالکوبی بزنن. تاتو یا عفونت‌های پوستی را بسیار زیاد به وجود می‌آورد که امی خود موادی که در تاتو استفاده میشه، خصوصا رنگا و یا مواد دیگر بسیار زیاد خطرناک میباشه. کلوید و یا گرانولوم دا همچنان دارد، باعث سرطان پوست میشود. باورش تابو شکنی می کند. دوست دارد در عالم خیال باشد، بدور از سنت ها، عرف و عادات، آن هم در کشور سنتی جور افغانستان. اجده ها یک چیزی است، یک مثلا یک حیوانی هست که در واقعیت هیچ وقت وجود نداشته. این چیزی است که خود انسان ها از تخیلات خودشان درست کردنه و بخاطر از او همین خلاقیت انسان ها، همین چیزایشان بر من خیلی جالبه بخاطر از او. و هنرپیشه ی سینما است. میگوید خالکوبی را برای زیبایی بدنش انجام میدهد. نخستین بار این اژدها را در سریال آمریکایی بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز دیده بود. آله، تتو زنای خوب پیدا شده. از او خاطر آمدم تتو زدم و چیزی که دوست داشتم. مثلا من علاقه زیاد به دراگون اژدها داشتم. آهو شهیدی این حرفه را در بیرون از کشور آموخته است، اما میگوید خالکوبی در افغانستان پیشینه ای دراز دارد. تتو یک هنر خیلی قدیمی است که خانمای ما افغان ها در قدیم خالکوبی میکردن، مثلا پیشانی خود یا مثلا زناق خود. فقط فرقش با گذشته ای است که آله با دستگاه های پیشرفته و مدرن تر، مثلا با سوزن های پیشرفته و جوهر های خوب آله مردم تتو میکنن. شماری پسرانی که خالکوبی میکنن بیشتر از دختران است. مشتری های مکاس و عموان طبقه اوناس و سکور است. خب طبعا در افغانستان سکور بیشتر از اوناس کار میکنه تتو را. با نظر به خواستشان از گراف قلب، سه ستاره مثلا در گردن، عکس ها و اینایی است که مثلا میخواین خودشان میارن ما میزنیم، مثل قلب است و جرقی برق است که در گردن مندازن. ما از سابقه میشه قداشتیم، مثلا میشه اقدام دیر ما بود که بریم تتو کنیم. بخاطر اینکه استایل است، ما خوش دارم و واقعیت شای خوم است که تتو باشید آجانم. بخاطر اینکه بسیار معقول مال میشه در بدن که بعضی بلوزا را میپوشی، بعضی اخقاقا را میپوشی، بسیار معقول میشه. دستمزد پیشاوران تتو را اندازه و نویت آن مشخص میکند. هر تتو از 1000 تا 10000 افغانی هزینه برمیدارد. بعضی تتوها هستن خیلی ساده است، فقط لاین زده میشه، اما بعضی تتوها هست که سایه داره، پرکاری داره، نظر در تتو هزینهشان تعیین میشه. با باور عالمان دین، احکام اسلامی در مورد این هنر چیز دیگر است. احادیث زیادی ما داریم که در این مورد وارد است که پیغمبر گرامی می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعنت خدا به سر انسانی که او خالکوبی میکند، به صفت یک حرفه خود را قرار داده است، و کسی که از او تا قضا میکند به هر دو جانب.
اما جوانان در این باره دیدگاه دیگری دارند. خودم شکر مسلمان هستم، قرآن خواندم، حدیث خواندم، منتاد اسلام کدام آیت مشخص در قرآن نامده که خالکوبی حرام بوده باشه، کدام حدیث یا مشاره نشده که خالکوبی حرام است. منتاد ملا صاحبا خو میگن طبعا حرام است، منتاد اصل در اسلام هیچ کدام ممانعت نداره. فلیغیرن خلق الله، یعنی شیطان پیروان خود امر میکند که تغییر آنچه که خلقت است که الله جل جلاله آفریده است او تغییر بیارن، که یکی از جمله مصداق تغییر خلق الله خالکوبی است. بعضی از افغان ها تتو را قبول ندارن، فکر میکنن که این حرام است، اما من خودم هم در بچه ها تتو میزنم و هم در خانوما. اینجا زینب بیخیال از این همه باورها میخواهد در آینده های نزدیک طرح‌های بیشتر را روی بدنش خالکوبی کند، خالهای پر از خاطره ای که برای همیش در بدنش باقی میماند و تنها با عمل جراحی میتوان آن را برداشت.